آقای قاب. اما یه نکته را آقای دکتر ابراهیمی مطرح کرده که به نظر من بسیار حائز اهمیت صهیونیست. من این توی این 40 سال اخیر با پاره مفاهیم و معانی روبرو شدیم که اغلب تبدیل شدن به شعار، برخی از اونا تبدیل شدن به ساتور و حالت قتاله. مثلا با اسرائیل ما شروع کردیم دشمن ورزی، راه پیمایی را انداختیم، راه پیمایی رو قدس. اگر از تمام کسانی که تو این 40 سال توی راه پیمایی ها شرکت میکردن بپرسید که آخه درگیری شما با اسرائیل چه، احتمال زیاد 99% رو نمیرسن ما چه درگیری تاریخی تا به حال مثلا با قوم یهود داشتیم یا با اسرائیلی ها داریم، نمیدونن. یا رو وارد یک شهر میشه، مردم تو خیابونن دارن میگن ما نمیخوایم، ما نمیخوایم. اونم میره جلو وسط جمعیت فکر میکنه که نکنه اینا یه چیزی میخوان که ما هم نخواد، میگه ما نمیخوایم. میگن چی نمیخوایم؟ میگه هر جور نمیخوام، ما هم نمیخوام. اینا همینن دیگه. دو، مسئله ضدیت با آمریکا. ضدیت با آمریکا، مثلا دوستی با کشورها و حکومت هایی که مسلمان ها رو سرکوب میکنن، در برابر چشمین هم سرکوب، مثل چچنی ها به وسیله کی سرکوب شدن، آقای ولادیمیر پوتین. ولی با ولادیمیر پوتین دوستن. یا آیغورها، مسلمانان چین، شما زیادیشون توی زندان هن. 1 میلیون تو اردوگاه زندگی میکنن و جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرده. دولت چین دولت دوست جمهوری است، حامیش دست کم. یا متحدان مثل کره شمالی، هیچ منطقی توش نیست. کره شمالی با دین مخالفه، با مذهب مخالفه، با خدا مخالفه، یعنی هیچ کدوم رو باور نداره، توی قوانینش هم آورده ولی متحدش هم. یعنی میخوام خدمتتون بگم که اینها از مفاهیمی استفاده کردن یا در روابط و مناسباتشون روش هایی داشتن، سیاست هایی داشتن، استراتژی هایی داشتن که تشکیه که نگاه بکنید منطقی درش نیست، اصلا منطقی درش نیست، دستی که منطق شرعی درش نیست، منطق مذهبی هم که اصلا عاری از منطق. یکی از اصطلاحاتی که زیاد در ادبیات این 40 سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته، توی شعارها، توی مساجد، در نماز جمعه ها، این صهیونیسم، واژه صهیونیسم. یعنی اگر به یه نفر گفتن متهمش کرده به همکاری با صهیونیست، یعنی باید اعدامش کرد، یعنی کافر حربیه. دارم که اگر از خود مردم بسایید صهیون یا صهیونیسم یا سیون یا سیونیسم اینا چیه، معنیش نمیدونن دیگه. آیا که ابراهیمی بفرم توضیح درست بود؟ آیا ابراهیمی کاملا شما دکتر خیلی مهمی دست گذاشتید. در طول تاریخ همینطور که عرض کردم یهودی ها اعتقاد به مشیخ نداشتن. وارد شدن مشیخ که چیز شبیه امام زمانه، آخر از زمان، آخر از زمانی نبودن، شبیه بازگشت جیسسه در یهودیت وجود نداشته. این ایده از قرن سوم در تفکر ربای یهودی وارد شده و این هم داستانش بسیار بسیار ظریف و جالب هستش. در سال 123 میلادی، بین 121-123 میلادی، یک آدم غیور یهودی یه ارتشی رو راه میندازه به نام ارتش برکوخبا. برکوخبا با رومی ها میجنگه. توجه داشته باشید که در سال 70 میلادی رومی ها در حقیقت اسرائیل رو خراب کردن، همه رو از بین بردن، همه رو به اسارت بردن. این در حدود 40 50 سال بعد بلند میشه بر ضد رومی ها اقدام میکنه و خیلی هم اوایلش موفق میشه. بزرگترین سیج یهودیت که در تاریخ یهود وجود داره، یهود در تاریخ 1500 تا سیج داره و از این سیجا که همه اسمشون هست، این افسانه نیست. یکی به نام ربی عکیوا که زندگی شخصیش هم فوق العاده جالبه که چجوری در سنین بالا شروع میکنیم رفتن مدرسه، ولی این سیج یهودی اعتقاد داشته که باید بلند شد، اقدام کرد، مبارزه کرد و با مبارزه زندگی رو ساخت و این طرفدار قیام برکوخبا بوده. و وقتی که برکوخبا رو رومی ها در حقیقت بین میبرنش به طرز خیلی خیلی فجیع، که داستانای فجیع تاریخ یهودیت هستش، این ربی عکیوا رو هم به میبرن و ربایای یهودی بعد از این اینجور استنتاج میکنن که استقلال و بهبودی زندگی یهودی از دنیا باید از عالم غیب بیاد، باید یک مشیخی
یک اسطوره افسانه ای پیداش بشه و اینا رو نجات بده. اینه که از سال 300 میلادی به بعد ما همیشه منتظر یک کسی بودیم به نام مشیخ. و اینم توجه بهتون بدم، در جنگ دوم جهانی وقتی که هیتلر یهودی ها رو میکشت، اونهایی که معتقد بیشتر بودن موندن اونجا، بلکه گفتن نجات ما از یه جای غیب باید بیاد، ما به خودمون اقدامی نمی کنیم. بین سالهای 1933 و 1939 در این 6 سال عده‌ای از اونایی که مذهبی نبودن ولی یهودی بودن از بلوک و جاهایی که نفوذ هیتلر بودش در رفتن و اومدن به غرب، ولی مذهبی ها باقی موندن. اکثر افرادی که در جنگ جهانی دوم کشته شدن مذهبی بودن، معتقد بودن، و این نشون دهنده طرز اعتقادشون به این ایده آخر زمان بودن مشیخ یهودی هستش. اتفاقاتی که باعث میشه در اروپا اینه که یهودی‌ها کوشش بکنن در اروپا با تمام تغییرات اجتماعی اروپا خودشو وفق بدن و فکر کنن این آخر افکار ضد یهودی مسیحیت اروپا است، ولی هیچ کدوم اینا موفق نمیشه. در روسیه دو تا گروه پیدا میشن، یکی رو گروه زیون سیونیست ها بودن، یکی هم گروه چپروها کمونیست ها، که اونا که در حقیقت سیونیست بودن بیشتر مال شمالن، اونا که کمونیست هستن بیشتر مال جنوب هستن. برای کنم فکر کردن که همه راه ها به شکست خورده و باید راهی رو ایجاد کرد که زندگی رو تغییر بده. در سال 1881 یکی از زارهای روسیه رو میکشن و حکم قتلش رو به یه دختر یهودی نسبت میدن که جزء گروه های دست چپی بوده، و پلیس روسیه و ماب حرکت میکنه و تعداد بسیار زیادی از یهودی ها روسیه رو ساتوری میکنه، میکشه. اینو در نیویورک تایم ضبط شده، نوشته شده، وجود داره. و ولی یه عده دیگه شون معتقد به این راه نبودن، گفتن فایده نداره، غرب شکست خورده، ما راهی برای استقلال نداریم، برای که برگردیم یه جایی رو پیدا بکنیم که خودمون بسازیم. اینا گروه خلوتسیم هستن، پیشگامانی هستن، که یکی از اونها هست یه گروهی به نام بیلو بیت یعقوب لخوب نرخا، خاندان یعقوبیه، در اینجا بریم، اینجا فایده نداره واسه ما. و اینا در سالهای آخر قرن 19 هم به سرزمین عمومی فلسطین میرن و در اونجا شروع میکنن سازندگی کردن و زندگی رو در اونجا بنا گذاشتن. اینا سازندگیشون اینه که به کشاورزی میپردازن، باتلاقهای شمال اسرائیل رو خوش میکنن که ملاریازا بوده و خیلی از اینا رو به میبرده، به علم پناه میارن. دانشگاه اورشلیم قبل از استقلال اسرائیل سالها ایجاد شده، به علم خیلی خیلی توجه میکنن. در اسرائیل یه تشکیلاتی درست میکنن به نام کیبوتسیم، که اگر شما نشناسید خیلی جالبه، میگه به اندازه ای که احتیاج داری بردار، به اندازه ای که توانایی داری کمک بکن. این سیستم کمونیستی نیمه سوسیالیستی سازمان های مختلف بود که در کنار اطراف اسرائیل وجود داشت، هنوز هم تعدادش وجود داره و مشابه ها. و اینکه یه زبان مشترک تولید میشه در اسرائیل، کسانی که از 100 کشور اومدن 2000 سال به یه زبان صحبت نکردن شروع میکنن به یک زبان مشترک با هم صحبت کردن. اینها باعث میشه که یواش یواش شالوده یک قومی در اسرائیل دوباره ریخته میشه. ولی چیزی که تکون دهنده و ایجاد کنن و 1917 میدونه که اعلامیه بالفور به یهودی‌ها اجازه میده که یه سرزمین قومی ملی در اسرائیل داشته باشن به طور تئوریک روی کاغذ. این جریان ادامه پیدا میکنه تا در فرانسه یک افسر یهودی رو محاکمه میکنن به نام درایفوس. محاکمه این افسر فرانسوی اینه که این خیانت کرده به ارتش فرانسه، که بعدا معلوم میشه منش دروغه، این کاری که به این نسبت میدن مال یه افسر آلمانی بوده که در ارتش فرانسه وجود داشته، ولی به هر حال محکومش میکنن. اون چه که تکان دهنده ایجاد کننده کشور اسرائیل با هم کشور میشه محاکمه درایفوسه. در روزی که درایفوس رو قرار بود محکوم بکنن، تعداد بسیار زیادی از فرانسوی ها در پشت زندان فرانسه جمع شدن و کاری به درایفوس و ماجرای محکومیتش ندارن، میگن مرگ بر یهودیان. یک روزنامه‌نگار غربی چک هرسل در اینجا حضور داشته که برای روزنامه خودش ماجرای محکومیت درایفوس رو به قلم بیاره، و این براش دیوانه کنه، دیوانه میشه. این نفر مذهبیه، نه زندگی خیلی معمولی داره، و این
و این در کتابش قشنگ نوشته که این جریان در کجا اتفاق میافتاد. در فرانسه، در فرانسه آزاد و انقلابی، درست 100 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه، و براش تکون دهنده میشه، خوردش میشه. این برمیگرده توی خون اتاقش در یه حالت غیر عادی روانی، 4-5 روز میشینه به یک کتاب مینویسه. این کتاب در حدود 100 صفحه است، من کتاب رو خوندم، کتاب بسیار جالبیه، و این انالایز میکنه، نه به طور مذهبی، به طور عملی، که اگر بخواید این افسانه نیست، میشه درست کرد، اگه میتونید برید زندگی رو بسازید. و جالب اینجا، پیشبینیش هم درست، جالب اینجا که پیشبینی هرسل، یه روزنامه‌نگار غربی، درست در میاد و 50 سال بعد اسرائیل ایجاد میشه. ولی جریان این که بعد اینکه اسرائیل ایجاد میشه، در تمام مراحل بعد از ایجاد کشور اسرائیل که در 29 نوامبر 1947 تشکیل میشه، رأی داده میشه در سازمان ملل، در تمام مراحل تا امروز اعرابی که در اونجا زندگی میکردن، یهودی ها موافقت میکنن، اعراب مخالفت میکنن. تقسیمات اول بیشتر به نفع اعراب بوده، 2/3 یا بیشتر زمین را به اعراب میدن، کمتر به یهودی ها میدن. به تدریج اعراب بازنده و بازنده و بازنده و بازنده میشن تا اون چی که ما امروز در حال حاضر در دنیا میبینیم. و این جریان هولوکاست این آخرین پوش را، آخرین فشار را ایجاد میکنه برای ایجاد کشور اسرائیل، که در روز 14 مه 1948 رسمیت پیدا میکنه. اون چی که اینجا میخواستم بگم اینه که تئوری ساختن اسرائیل مال یک روزنامه‌نگار غربیه، ولی انجامش کسی که کار کرده، ایجاد کرده، مال جوانان و پیشگامان روسیه هستند. یه نکته را، دو تا نکته را اینجا خواستم اضافه بکنم که خیلی مهمه برای ما. یکی این که یهودیان شرق و غرب نسبت به ایجاد کشور اسرائیل چجوری واکنششون دادن. یهودیان غرب، اونهایی که مذهبی بودن، اسرائیل قبول نداشتن، هیچ وقت هم قبولش نکردن، حالا هم قبولش ندارن. جالبه شما بدونید که افراطی های مذهبی اسرائیل که نام گروه نتورکرتاش شهرت دارن، تعدادش اومدن ایران در دوره که احمدی نژاد رئیس جمهور بود. جناب احمدی رو رفت استقلالشون، استقبالشون، آغوششون کرد، با هم دوستی کردن، برای که با هم تفاهم خیلی کامل داشتن. یهودی های شرق که من این رو از نزدیک میشناسم، هرگز به این موضوع فکر نکردن. وقتی که اسرائیل استقرار پیدا کرد، زیر سوال نبردن، رفتن زندگیشون رو بهتر بکنن، مهاجرت کردن و بهتر کردن. ولی نکته که شما الان فرمودید، من خواستم دربارش این نکته رو بگم. چرا به نظر من، این یه تئوریه، ممکنه شما مخالفت بکنید، چرا حکومت فعلی ایران با زایونیسم مخالفه؟ چرا مخالفه؟ برای که نمونه تفکر زایونیسم با نمونه تفکر شیعه اثنی عشر موافقت نداره. شیعه اثنی عشر معتقد به امام زمانه، و زیونیزم امام زمان را از دفتر یهودیت بیرون کشیده و بیرونش کرده، و معتقد است اگه میخوای زندگی رو بسازی، خودت باید پیشگام بشی، جلو بشی و بسازی. اگر ایران و شخصی مثل خامنه ای زیونیزم رو قبول بکنه، در حقیقت به ریشه های خودش داره تیشه میزنه و خودش رو در حقیقت داره عبه میبره. اون چه که ممکنه، که ممکنه ایران از داستان سیونیز یاد بگیره، اینه که ایرانی هم باید آتیش را خودش بسازه. ما باید روپای خودمون وایسیم. ما باید این اندیشه هایی که خارجی ها ما را به این روز شوندن را، در این حالی که درش حقایقی وجود داره، بهش کم تفر توجه بکنیم و این را تفکر بکنیم که اگه بخوایم ایرانی بسازیم، سازنده ایران نوین فردا جوانان امروز ایرانی هستند و منتظر امام زمانی نباشیم. تشکر میکنم. جناب رحیمیان دوست عزیز راجع به صهیونیسم گفتن که خیلی جالبه، براتون بیشتر ایرانیان مطمئنم که آگاهی به اون صورت ندارن و همین تبلیغات مذهبیه که میشنون. من یه مقدار میخوام راجع به این بیشتر صحبت کنم، چون خیلی مطالعه کردم و خیلی علاقه دارم به این موضوع. یکی این که واقعا ما ایرانیان به قوم یهود واقعا یک همبستگی بین ما هست. قوم یهود یکی از قدیمی ترین اقوامی که در ایران زندگی کردن، از زمان کوروش بزرگ و رهایی از بندگی بابلی ها. بسیاری از یهودیان با وجودی که دولت ایران
پول داده بود که سرزمینشون بازسازی بشه، معبد بزرگ بازسازی بشه و کتاب‌های مقدسشون رو بنویسند، تصمیم گرفتن در ایران بمونن به خواست خودشون، به خاطر اینکه دیدن آزادی و آزادی بیان، آزادی مذاهب، آزادی سفر، آزادی تجارت رو در ایران دیدن و تصمیم گرفتن ایران بمونن و جزء قدیمی ترین اقوامی هستن که در ایران هستن و از فرهنگ ایرانیان بسیار بهره بردند و به فرهنگ ایرانی بسیار اضافه کردند و این چیزی که غیر قابل تفکیکه. 2500 سال ایرانیان با قوم یهود زندگی کردند. قوم یهود، افرادی که از قوم یهود در ایران هستند، جزو وطن پرستترین کسانی هستند که من میشناسم. همین آقای ابراهیمیان واقعا از وطن پرستی ایشون هیچ کس نمیتونه شک داشته باشه. ولی به جریان صهیونیسم که برسیم، آقای هرتزل و عقایدشون و تئوری، بین تئوری و بازداد یک تئوری فرق بسیار هست. شما وقتی منیفست کمونیست رو میخونین خیلی جالبه و هیچ کس که انسان دوسته نمیتونه مخالفتی داشته باشه با این، ولی وقتی در عمل اومد یه چیز دیگه شد. در مورد صهیونیسم هم ایراد اینجاست که رفتاری که شد برای رسیدن به این آرمانی که واقعا بهش باید احترام گذاشت، قدرشناسی که چرا که قوم یهود واقعا لیاقت این که کشور خودشون داشتن، سرزمین خودشون داشته باشن دارن و جزء واقعا حقوقشونه، هیچ کس نباید اینو دینای بکنه. ولی اتفاقاتی که افتاد در این زمینه برای رسیدن به این آرمان بسیار بزرگ و انسانی، اعمال بسیار غیر انسانی بود و مشکل اینجاست که کمپ ها، دو تا کمپ بسیار مختلف شدن، عده کمی هستن که این وسط وایسادن و عملا نگاه میکنن و با طور واقعی دارن میبینن که چی داره میگذره. یه عده از کمپ مخالف مثل جمهوری اسلامی که کلا با این حرکت صهیونیسم دشمنی میدونن و مخالفت دارن، یه عده در کمپ صهیونیسم طوری که اگر انتقادی از رفتار یا کاردهی این آرمان بزرگ عمل بیاد به عنوان ضد صهیونیسم لقب میزنند و رد میکنند. واقعیت اینه که رفتارش از هر دو طرف بوده و این اگر به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک انسان مذهبی، نه به عنوان کسی که با تعصبات نگاه میکنه، به عنوان یک انسان نگاه کنی، واقعا حقوق دو طرف رو باید دید. هر دو طرف حقوقی دارن و هر دو طرف حقوقشون در بحرهای تاریخی پایمال شده و این مشکل فکر نمی کنم به زودی حل شدنی باشه، چرا که ابعاد مذهبی پیدا کرده و این باورهای مذهبی باعث میشه که انسان ها نتونن با خردگرایی بشینن و مسائل رو بررسی کنن، با از دید مذهبی نگاه میکنن، مسلمان ها از اون و یهودیان از این ور و این باورها واقعا این تنش رو داره بیشتر و بیشتر. تشکر میکنم. صهیونیسم، اجازه بدید اول قبل از صحبت راجع به صهیونیسم من یه سوال از آقای دکتر ابراهیمیان دارم. بفرمایید. می‌دونید من مسیحیم و من وجود ماشیه رو قبول دارم. ایشون رد کردن ماشیه رو، در صورتی که انبیای بنی اسرائیل، مثلا ارمیای نبی، حتی راجع به جای تولد ماشیه که میاد به این دنیا صحبت کرده. کجاست؟ کتاب ارمیای نبی جزء تنخ، یعنی تورات، اون چیزی که ما بسیم تورات میشستیم. نبی دیگه بنی اسرائیل اشعیای نبی در باب 53 اشعیا راجع به این که مسیح از باکره به دنیا میاد و جای تولدش با صحبت کرده. این یه اصلیه که نمیشه ردش کرد. حالا صحبت ایشون بسیار شیرین، بسیار با مدارک موجود صحبت کردم و خوب من این قبول دارم که ماشیه اومده و ماشیه وجود داره که ایشان اینو به کلی رد شد. هر واقعی جوش ابراهیمیان این که خودش رو جواب میدن، میگن که ما این معاخذ و قصه ها و افسانه ها و باورهای قدیمی رو که به جاش هم ممکنه خیلی هم محترم باشه، اینا رو اومدیم بروز کردیم و بروز داریم زندگی میکنیم. ممکنه افکار و اندیشه هایی در نسل های گذشته وجود داشته که خب به درد امروز نمیخوره. ما لازم نیست که اینا رو حتما اجرا بکنیم یا ما اینا زندگی بکنیم. اگر اونا رو قطع بکنیم از یه آیین هیچی دیگه باقی نمیمونه.
ببینید مردم تصور میکنن، یه مثال ساده بزنم، که مسیحیت خیلی آسونه. شما مسیح باش، به قول ایشون هر کاری دلتو بخواه بکنی مسیح شما رو نجات میده. ولی این عقیده درست نیست، برای که خود مسیح بگه اگر شما ایمان داشته باشین و عمل نکنین به اون هیچ ارزش نداره. خب حالا بحث این پیش بیاد که آیا دین هدفه یا دین خودش وسیله است. اگر دین هدف حرف شما درسته، پس از دین چی میمونه؟ اگر قرار باشه ما ادیان و مذاهب رو به روز کنیم چی میمونه؟ ولی اگر دین وسیله باشه، وسیله بهبود زندگی انسان هرچه، خب خیلی طبیعی است که آدم میتونه به سادگی باورهای غلط رو کنار بگذاره، از دوران سیاه عبور بکنه و سعی بکنه خودش رو با دنیای امروز انطباق بده. پس ببینید که شما به به قضیه دین چطور نگاه کنید؟ اجازه بدید هدف یا وسیله است بذارم. یه مثال دیگه بزنم. آیا هدف یا وسیله است دین؟ دین؟ دین وسیله است. آخرمه وسیله است یا هدف؟ باور من وسیله است. یه راهه، یه طریقه. نه، نظر شماست یا نظر بهائی؟ نه، ببینید به باور دیانت بهائی دین یک راهی هست که همونطور که فرمودن که ما رو میتونه به بهتر کردن زندگی چه خودمون چه دیگران مقصد ما وسیله ماست. بله. وسیله بهبوده. شما چی؟ بقیه دین وسیله بسیار عتیقه که احتیاجش نداریم، چرا که در قالب این دین میخوان انسانیت رو بیارن. خب چرا سراغ انسانیت نریم؟ چرا انسانیت رو قالب بندی کنیم در یهودیت و اسلام و بهائیت و مسیحیت؟ خب اون که بایده، نه میگم علالمسون نگاهه مسلم به عنوان یک وسیله بهش نگاه میکنم. شما چی آقایی؟ کاربرد شمون شد آمد برای بارم توی ریشه دین و ریشه علم هزو از کنشکابی انسان به معضلات و پاسخهایی که دنبالش بوده. منتها هزو کوشش کردن به معضلات به انسان پاسخ بدن. دین کوشش کرده نه بر پایه مسائل علمی، بر پایه مسائل اعتقادی و اعتقادات پیشین اون رو توسعه بده. روی هم رفتن من معتقدم که در دنیای امروز ما به دین احتیاج نداریم، فقط به قول نیچه از دین باید مبانی اخلاقی رو استخراج کرد. بسلام. مبانی اخلاقی. بله. این سخن آقای آزادزاد در زمره به اصطلاح حرفای کفرآمیزه یا حرفای نیچه هست؟ موقف خود رو یاد بکنم آقای میبود عزیز که موقف من در مورد از اینکه آیا دین وسیله است، قرآن کریم بسیار واضح یاد میکنه آیه 48 سوره مائده یاد میکنه که یعنی بر همه کتاب ها و اصول را دادیم تا در کارهای خیر با اکیده مسابقه بتن یک زندگی بهتر خوبتر را بسازن. پس وسیله است. وسیله است. این دین یک وسیله است که میتونم شما چی به داخل به چرا چی رسید آقای دکتر شد؟ وسیله است یا عدم؟ وسیله است. ولی ببینید دین در صورتی که دین باشه، دین در صورتی که شما خب نه میخوام بگم نگرانی شما از بابت اینکه یه روز ممکنه از بین بره چیه؟ اگه دین وسیله است چی از بین بره؟ دین یه روز ما بهش احتیاج داریم، یه روز میرسیم به نقطه این که دیگه به دین احتیاج نداریم. دین ماموریتش انجام داده، از صحنه زندگی ما کنار. اون احتیاج همیشگیه. اون احتیاج همیشگیه. اگر یک انسان به یک منبعی معتقد نباشه میشه کافر. نه ببینید شما اگه بخواید پرواز بکنید به بال احتیاج دارید. ولی اگه نخواید پرواز کنید به بال احتیاج ندارید. خب دینم همینه دیگه. شما میگید اگه احتیاج همیشگیست پس هدفه. اگه معتقدید احتیاج به نظر من همیشه یه امر همیشگی ازلی و ابدیست یعنی هدف. نه. خدا عوض شدنی نیست. نه کسی میگه خدا عوض شدنی. نه چی یاد بگیره. خب. نه عوض شدنیه. ببینید یه نمونه ساده بگم خدمتون. راسپوتین یه کشیش مسیحی بود، اسمش هم مسیحی بود. بله. ولی یه عقیده تبلیغ میکرد که این عقیده درست برخلاف همه چیز بود. میگفت خدا در برابر گناهان ما بخشایش داره، ما اگر گناه بکنیم خدا ببخشه، خب مقام خودش بالاتر میره. تقریبا همه مذهبیان همینه میگن. ولی میگن پولا بدید ما تر. ولی اگه هرچه بیشتر گناه بکنیم ارزش کار خدا بیشتره.
اون میگه این عقیده راسپوتینه. راسپوتین امیران ارجمند یکی از کشیش ها اسقف های خیلی راهب های خیلی معروف دوران تزاریست، قدرت و نفوذ فوق‌العاده ای در تزار داشت، همینطور در ملکه روسیه داشت. برخی از مردم خیلی با او اعتراض داشتن، برخی معتقد بودن که او یک راهب شیطانیست، یک راهب شیطانیست. قصه های زیادی هست از جمله درباره مناسبات و روابط جنسیش با شماری از درباری ها. برنامه رو پی میگیریم. جناب بفرمایید. یهودی ها 1826 سال به فرمایش ایشون اعتقاد داشتن یک قدرتی از غیب خواهد آمد و این بدبختی رو نجات خواهد داد. یه دوره کتک ها رو از مسیحی ها خوردن، به مسلمان ها پناه آوردن. یه سری در اروپا منتظر بودن که نوآوری، اندیشه های نو و افکار تازه همه اون مسائل قدیمی و مذهب و غیره رو کنار بذاره و زندگی همه رو مساوی بکنه. نکرد، شکست خورد. اون چه که من اینجا عرض کردم تئوری من نیست، من تاریخ رو تکرار کردم، چیز تازی از خودم درش وجود نداره. اون چه که یهودیت به مذهب نگاه میکنه میگه religion is a mean not an end، یه وسیله است، هدف نیست. و هر کسی که مذهب را با خدا برابر بکنه یه آدم بیرحم و بیوجدان و غیر مؤمنه، اصلا حقیقت نداره. اون چی که من در اینجا برای توضیح دادم اینه که بعد از حدود 19 قرن یه آدمی پیدا شد که واقعا اینجا که فکر کردید غلط بوده، من یه راه بهتون نشون میدم که این راه کارسازه و این راه کارساز بوده. این در عمل نشون میده که ما ممکنه که اشتباه بکنیم، کما اینکه ما در تاریخ خیلی اشتباهات کردیم. در این مورد عملا اگر فکر بکنی ببینیم که این آدم درست فکر کرده. این روزنامه نگاره انالیتیک مغز جالب درست تونسته قضیه رو فکر کنه. الان در اسرائیل به قبرش یهودی های مذهبی بی احترامی میکنن. من نمیخوام روی افکار بهم چی کار میکنن روی قبرش، بهش اعتقاد ندارن، بهش ایمان ندارن. اعتقادش رو در این که دوستان فکر کنن، یک گرفتاری که دنیا داره در مورد یهودیت اینه که یهودیت رو با اسلام و مسیحیت سه تا مذهب میدونه. ما مذهب نیستیم، ما مذهب هم داریم، اعتقادیم، قومیم، مردمیم، تاریخ داریم، تاریخچه داریم. و این چیزیست که متاسفانه بقیه ما رو ایکویت میکنن، دقیقا میگن یهودی و مسلمان و مسیحی. اینطور نیست، اینطور نیست. ما یه مردمی هستیم که از یه جا شروع شدیم، در تاریخ هم بدبختی های کشیم، به اینجا هم رسید کارمون. مذهب هم داریم، مذهب هم یهودیته. ولی در 15 میلیون یهودی که دارن زندگی میکنن در حال حاضر شاید دو سومشون کاملا درسته، اصلا مذهب رعایت نمی کنن، اصلا خیلی چیزا بلد نیستن، اصلا نمیدونم چی هست. و این یه جریان خیلی ریزکاری است که متاسفانه از نقطه دید و میکروسکوپ مسیحیت و اسلام یهودیت رو نمیشه نگاه کرد. یهودیت یه چیز دیگه است. تشکر میکنم. نکته خیلی مهمی است که اشاره کردم، بیشتر درباره صحبت میکنیم. اصلا تقسیم بندی دنیا با مرزهای مذهبی عمده مشکلی است که ما امروز در منطقه خاورمیانه داریم و این متاسفانه بعد از جنگ عراق مرسوم شد. عراق رو اومدن تفکیک کردن به عراق جنوبی شیعیان، عراق مرکزی سنی ها، عراق شمالی کردها. وقتی به کردها رسن گفتن کردها، نگفتن که آقا این کردها سنی هم. بنابراین با مرکز عراق ارتباط و نسبت مذهبی دارن، اگه قراره که تقسیم بندی به اساس مذهب باشه. یعنی واقعا داره. یا در مورد اسرائیل، در مورد اسرائیل و کشورهای همسایه هم به همین ترتیب عمل شد. مرزبندی ها مذهبی بوده. اصلا از زمانی که محمد فاتح قسطنطنیه رو گرفت، یعنی همین استانبول امروزی که پایتخت جهان مسیحیت بود، طبقه و تفکیک دنیا بر پایه مرزهای مذهبی بود. یعنی جنگ مذهب با مذهب، یعنی دوباره این جنگ احیا شد. رسیدیم به این دوره که متاسفانه استعمار خیلی نقش مهمی داشت. ببینید بعد از دوران جنگ سرد
در مرزبندی های مذهبی ما بین ملل متعدد یکی از مظاهرش یکی از نمادهاش پاکستان بکنید شبه قاره هند میگن شما مسلمانید برید توی کشوری به نام پاکستان شما هندو هستید اینجا بمونید یه سری مسلمان هم بنده ولی جنگ و دعوا کماکان ادامه داره کشت و کشتان برمیگردیم از بازار آگهی عبور میکنیم بفرم این نظر من ممکنه اشتباه بکنم به اندازه که من مطالعه کردم و اطلاع دارم ما از همه گروه های فکری و مذهبی دنیا به زردوشتی ها نزدیکتریم واقعا نزدیکتریم و تنها گروهی هست که ما باشون اشکال تفاهم نداشتیم با هم زندگی باشده. کردیم با هم غذا خوردیم با هم صحبت کردیم به هم یاد دادیم از هم یاد گرفتیم بهشون احترام گذاشتیم در تاریخ اسمشون رو خیلی خوب نوشتیم و اونها هم یه مذهب خالص مذهبی نیستن اونها هم یه طرز فکر هن. طرز زندگی هن. این شباهت رو من میبینم ولی من متخصص نیستم من یه هفته پیش با یه فرد ایرانی بذاری برگردیم من فقط یه اسم بخوام بگم یه اسم ایرانی به نام پروفسور مختاریان که در ایندیانا در واقع درباره خاورمیانه و ایران مطالعه میکنه و این همون زندگیشو گذاشته درباره روابط یهود و زردشت روابط بین یهودی ربایای یهودی و دوران ساسانیان کتاب بسیار جالبی که من دارم مطالعه میکنم برام باقلاده خواندنی هیچ دارویی در دنیا وجود نداره که تمام بیماری ها رو درمان بکنه مذهب در یه مواردی درمان زندگی یه دست یه راه دیگه پیشرفت تفکر انسانه و اگه اون پیشرفت واقعا با انسانیت همراه نباشه کمک نمیکنه. ما به دنبال تفاهم میگردیم کسانی هستن که این رو عملا نشون دادن بیل گیت امریکایی مسیحی تمام ثروتش یا اکثر ثروتش رو دست میکنه برای اینکه به مردم آفریقا نون و آب برسونه این جبر حقوقی نداره، جبر مالی نداره، جبر مذهبی نداره، جبر خدایی نداره، این یک پیشرفت تفکر انسانه. تشکر. هیچ دوایی دوای همه درد نیست. تشکر میکنم تا هفته آینده.